کلی هستن استاد مضمون انگلیسی شما. امید که از ویروس کرونا در امان باشید، ویروس کرونا را جدی بگیرید و در موقع ضرورت از ماسک، دستکش و مایع ضد عفونی کننده استفاده کنید. قبلا هم به شما شاگرد عزیز چند درس داده بودیم. امروز حرف چی را میخوانیم؟ حرف سی را که درس گذشته ما چی بود؟ حرف بی بود. حروف الف با انگلیسی که حرف ای را خواندیم، حرف بی را خواندیم و امروز نوبت حرف چی است؟ امروز نوبت حرف سی است. که درس چندم ما میشه حرف سی؟ حرف سی درس سوم ما میشه. که حرف سی چی را میخوانیم شاگرد عزیز؟ حرف سی یعنی که این سی بزرگ است و این سی کوچک. طریقی نوشتنش یکی است، فقط سی بزرگ کلان نوشته میشه و سی خرد کوچک نوشته میشه. اگر در اون خط این کتابچه انگلیسی تان متوجه باشید که چهار خط است، که در سه خط بالای اولش حروف بزرگش و دو خط کوچکی وسطیش که است حروف کوچکی یعنی سی نوشته میشه. کد یعنی پشه. کد که حرف اول ما چی است؟ کد که با چی آغاز شده؟ با سی بزرگ آغاز شده. کد یعنی پشه. کد که اینجا هم به شما چی داده؟ شکل یک دانه پشک داده. کد یعنی پشک که با چی آغاز شده؟ با حرف سی آغاز شده. حرف دوم ما و یا هم لغت دوم چی است؟ کار. کار یعنی موتر که با چی آغاز شده؟ با سی، حرف سی آغاز شده که امروز حرف سی رو میخونیم. کار موتر که با حرف سی بزرگ آغاز شده. و یا هم کندل. کندل چی رو میگن؟ شم میگن. کندل یعنی شم که با چی آغاز شده؟ با حرف سی آغاز شده. حرف اولش چی است شاگرد عزیز؟ حرف اولش سی است. و یا هم یک بار دیگه اینو ببینی شاگرد عزیز، کد به شک با سی بزرگ آغاز شده حرف ما. کار موتر. کار موتر که با حرف چی است؟ اینجا حرف سی آغاز شده. و یا هم کندل. کندل یعنی شم که در قسمت اول همی چند لغت بود؟ سه لغت بود. در قسمت دوم کتاب شما در اینجا که به شما بعض تصاویر داده که باز چی گفته این تصاویر چی کنه شاگرد عزیز؟ گفته find the word سی. میگه find the word سی یعنی چی کنین؟ حرف سی را پیدا کنید. در چی؟ در می لغت هایی که به شما اینجا چی کده؟ داده. مثلا در حرف اول چی است؟ کپ. کپ یعنی پیاله. کپ یعنی چی؟ کپ یعنی پیاله که با چی آغاز شده؟ با حرف سی آغاز شده. کپ یعنی پیاله که جبه شما چی داده؟ شکل یک دانه پیاله را. و یا هم لغت دوم چی است؟ کاو. کاو یعنی گاو. کاو کاو یعنی گاو که اینجا هم به شما چی داده؟ شکل یک دانه گاو داده که گاو به انگلیسی چی میگیم؟ کاو. کاو با چی آغاز شده؟ با حرف سی آغاز شده. و یا هم چوکی را چی میگیم شاگرد عزیز؟ چوکی را به انگلیسی چیر میگیم. چیر یعنی چوکی که با چی آغاز شده؟ با سی آغاز شده. حرف اول چی است؟ سی است که با سی چی آغاز شده؟ چیر یعنی چوکی. و یا هم لغت آخر ما چی است؟ چک. چک یعنی مرغ. چک یعنی مرغ که با چی آغاز شده؟ با حرف سی آغاز شده. حرف اولش چی است؟ سی. گفتیم که در اول لغت ما حرف سی بیاید چی نوشته میکنیم؟ بزرگ نوشته میکنیم. و اگر در وسط لغت ما بیاید مثلا اینجا ببینیم چک، اینجا هم چی آمده؟ سی آمده. این خب باز باید چی نوشته کنیم؟ کوچک نوشته کنیم، چون که در وسط چی آمده؟ در وسط لغت ما آمده. یک بار دیگه شاگرد عزیز با شما میخوانم متوجه تلفظش، اسپیلش و هم معنایش باشید. کد. کد یعنی پشک. C-A-T C-A-T کد یعنی پشک. اینجا هم به شما چی داده؟ شکل یک دانه پشک. کد یعنی پشک. C-A-T C-A-T کد پشک. لغت دوم چی است؟ کار. لغت دوم چی است؟ کار یعنی موتر. کار یعنی چی؟ موتر. C-A-R 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 کار یعنی موتر. لغت سوم چی است؟ عکس یک دانه شمع به ما اینجا داده که شمع به انگلیسی چی میگیم؟ کندل. کندل یعنی شمع. C-A-N-D-L-E C-A-N-D-L-E کندل یعنی شمع. لغت به قسمت پایان و یا هم قسمت دومی کتاب ما چی گفته؟ find the word C. لغت در بین زمین لغت ها چی را پیدا کنین؟ حرف سی را. حرف سی اینجا چی است؟ کپ یعنی پیاله. کپ یعنی پیاله که حرف اولش با چی آغاز شده؟ با سی آغاز شده. با سی چی؟ سی بزرگ. کپ یعنی پیاله. کاو. کاو چی رو میگفتیم؟ گاو. کاو یعنی گاو که حرف اولش با چی؟ با سی بزرگ آغاز شده. کاو.
لغت دیگه ما چی هست؟ چیر چوکی. ببینین اینجا شکل یک دانه چی را به ما داده؟ یک دانه چوکی را داده که چوکی را چی میگیم؟ چیر. چیر یعنی چوکی. C-H-I-R-E 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 C-H-A-I-R C-H-A-I-R چیر یعنی چوکی. چیر یعنی چی بود؟ چوکی. که لغت آخری ما چی است؟ چک یعنی مار. چک چی را میگه؟ یعنی مار. که C-H-I-C-K که چک یعنی مار. گفتیم که در اول لغت ما بیای حرف بزرگ یا در وسط جمله بیای لغت ما بیای چی میشه؟ سیک کوچک نوشته میکنیم. و قسمت سیمون کتاب خدا میبینیم شاگرد عزیز گفته read and write. باز هم اینجا گفته چی کنید؟ بخانید و نوشته کنید. خواندن امی لغت های اول ببینید و ما پوره اسپیلش داده و در قسمت های پایان که هسته یک حرفش را کت کرده که ما چی کنیم؟ باید او حرف خودمون نوشته کنیم تا او لغت چی شود؟ پوره باید هم مکمل شود. که لغت اول ما چک خوب گفتیم که چی بود؟ چک یعنی مرغ. لغت دوم چیست؟ کاو. کاو یعنی چی مانا بود؟ کاو یعنی گاو. لغت سوم چیر یعنی چوکی. چیر یعنی چوکی که اینجا خواندیم. لغت دیگه ما چی است؟ کپ. کپ یعنی پیاله. کار یعنی موتر. کار یعنی موتر. کت یعنی پشک. که لغت ها دیجا به ما چی داده؟ به شکل پوره و هم اسپیل مکمل داده که در قسمت دیگه به شما یک دانش کار میکنم دیگرهایش خودتان شاگرد عزیز کار کنید. که اینجا گفته چک. چک گفتیم که مرغ بود. اینجا حرف اولش چی کرده؟ حرف اولش کت کرده که ما خود ما باید چی کنیم؟ نوشته کنیم تا چی شوه؟ حرف پوره شوه. یا هم در قسمت سیومش ببینید چی گفته؟ سیره داده. اینجا چی از یادش رفته؟ اچ. که اینجا باید چی کنیم؟ اچ نوشته کنیم تا این حرف تا این لغت چی شوه؟ پوره شوه. و یا هم در قسمت سیومش اس اچ آی چی فراموش شان شده؟ و یا هم چی نکت کردن؟ سی که که سی که را بدیم باز چی میشه؟ چک یعنی مرغ. دیگر دایش خودتان شاگرد عزیز امود تو کار کنین. باز هم در قسمت آخر کتاب و یا هم پایانی کتاب چی گفته باشه ما شاگرد عزیز؟ این جده ای قسمت ببینین متوجه شوین. صفحه 5 کتابتان گفته که همینجا به شما حرف چی داده؟ حرف سیره خیره نوشته کرده. شما سعیله همراه پنسل چی میکنین؟ روشن میکنین تا که درست چی یاد بگیرین؟ طریقه نوشتن حرف سیره. قسمی که به شما گفتم حرف سی حرف اول و یا هم کلانش در سی خط بالا نوشته میشه و سی کوچک در چی؟ دو خط وسط و یا هم خودش نوشته میشه. خوش آگرد عزیز، امید که درس یاد گرفته باشید، کارخانگیتان را فهمیده باشید، کارخانگیتان را انجام بدین تا که درست درس یاد بگیرید. تا درس